نخستین مکتب آموزشی نرسنگ در ولایت نیمروز ایجاد شد. این مرکز آموزشی دهاتان را در بخش نرسنگ آموزش های ابتدایی و طبی خواهند داد و تا حدودی چالش ها در برابر اداره سطحنامه نیمروز مرفوع خواهد شد. مسئولان سطحنامه این ولایت میگویند برای نخستین بار 24 تن از بانوان پس از سپری کردن امتحان ورودی که بیشتر شاگردان از ولسوالی های نیمروز و از مناطقی جذب شده اند که مردم آن به خدمات صحی کمتر دسترسی دارند. اولین مکتب آموزش های نرسنگ در نیمروز ایجاد شد. این مرکز آموزشی از سوی مؤسسه همبستگی زنان افغان و همکاری اداره صحت عامه این ولایت ایجاد شده است که در اولین مرحله 24 تن از بانوان را پس از امتحان اختصاصی جذب کرده است. مسئولان ایجاد این مرکز میگویند این نخستین مکتب نرسنگ جامعه است که در این ولایت ایجاد می شود و پیش از این که شاگردان دوره آموزشیشان را شروع کنند، آموزش های ابتدایی طبی را در یک سیمینار یک ماه دیدند. ریاست محترم صحت عامه و بانک جهانی خواستند که یک مکتب نرسنگ جامعه نیمروز افتتاح کنه و در این مکتب در حدود 24 خواهر که از ولسوالی های مختلف ولایت نیمروز بعد از ارزیابی و بعد از امتحان کنکور انتخاب شدند. با این حال برخی دکتران در این ولایت میگویند این مرکز آموزشی میتواند کمک خوبی به بخش های سی این ولایت نمایند که شاگردان این مکتب پس از فراغت به مراکز سی ولسوالی هایی که مردمان دسترسی کمتر به خدمات سی دارند جذب خواهند شد و این میتواند تا اندازه مشکلات کمبود قابله و نرسنگ در سطح شهر زرنج و ولسوالی های نیمروز را مرفوع سازد. یک سهولت بسیار خوب است که برای دختران و زنان نیمروز ما در اینجا مایا کردیم. این تمام مردم از این خوش خواهد بود و انشاءالله در آینده فایده های زیره خواهد. 24 تا شاگرد گزینش شده از قسمت های عقب، میشه گفت که از خدمات صحی بی بهره بودن، از او قسمت ها جلب و جذب شدن، اینجا شامل امتحان شدن و امروزه خوشبختانه در کنار ما هستند و ما آرزو از اینیم که اینا انشاءالله بزرگترین فرصت تبدیل به نرس های مسلکی بشن تا بتونن مستر خدمات به مردم بشن. با این حال مسئولان اداره صحت عامه نیمروز میگویند این مرکز با امکانات لازم مجهز است و سهولت های رفت و آمد و خوابگاه نیز برای شاگردان این مکتب فراهم شده است. مردم نیمروز خوشبینند از این که یک مرکز آموزشی برای آموزش دختران در بخش نرسنگ و قابلگی در ولایتشان ایجاد شده. بیشتر شاگردان که به این مرکز جذب شدند از مناطقی هستند که از خدمات سی ای بی‌برند و به ویژه ولسوالی هایی که کمتر به خدمات سی ای دسترسی دارند.